امروز اومدم به یک انبار بزرگی در لس آنجلس، جایی که جمعی از فعالان اوکراینی تبار این شهر به صورت داوطلبانه دور هم جمع شدند تا اقلام کمکی و اجناس اهدایی از سوی سازمان‌ها و مردم کالیفرنیا رو که به صورت هفتگی دریافت می‌کنند در این مکان بسته‌بندی کنند و آماده کنند برای بارگیری تا توسط سازمان‌های مردم نهاد و انجوهای خیریه به مرزهای اوکراین فرستاده بشه. از مواد غذایی خشک تا اجناس مصرفی و بهداشتی، از کیسه خواب تا تجهیزات پزشکی، همه ی آنچه که در قالب کمک‌های بشردوستانه به سازمان‌های خیریه عمدتاً اوکراینی در کالیفرنیا اهدا می‌شود تا در این مکان دسته‌بندی شود. امروز اما روز بسته‌بندی و آماده‌سازی دارو و امدادهای اولیه است. ملزومات پزشکی ضروری که از سوی بیش از 20 بیمارستان مختلف در کالیفرنیا به مردم اوکراین اهدا شده است. ما اینجا سازمانی رو داریم که فقط لباس جمع‌آوری می‌کنند. سازمان‌های دیگه‌ای هم هستند که مواد غذایی و مایحتاج کودکان رو آماده می‌کنند. دارو و کمک‌های اولیه رو ما معمولاً از طریق هوایی می‌فرستیم و سایر اجناس رو از طریق دریا ارسال می‌کنیم. سعی خودمون رو می‌کنیم که در سریع‌ترین زمان ممکن اونها رو به مرزهای اوکراین برسونیم. سازمان مستقل لس آنجلس در کنار اوکراین می ایستد یکی از این نهادهای خیریه است. گروهی که کار ارسال کاروانهای کمک رسانی به لهستان و رومانی را بر عهده دارد. اگر ارتش روسیه به دولت اوکراین اجازه میداد که کمک‌های بشردوستانه به مردم ماریوپول و سربازهای ما برسه، این تراژدی وحشتناک اتفاق نمی‌افتاد. ولی اونها نمی‌ذارند. من فکر می‌کنم حتی نازی‌ها در جنگ جهانی دوم مرتکب چنین جنایاتی نشدند که روسیه در اوکراین مرتکب شده. دغدغه این داوطلبان دور از وطن یاری رسانی به مردمی است که زیر آوار موشک و آتش روسیه بی خانمان شدند، در فکر اینکه هر یک به اندازه خود مفید عمل کند. من هر روز استراب دارم و همش میخوام یه کاری انجام بدم. این منو زنده نگه میداره و اینکه میتونم کمک کنم به هم انرژی میده. در واقع نمیدونم که این کار بیشتر به اونا کمک میکنه یا به خودم. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.